خانم آقایان، درود بر شما. امیدوارم که خوب باشید. خب همونطوری که در خبرها شنیدیم، همه شما دوستان عزیزم شنیدید، در ترکیه زمین لرزه وحشتناکی اومد، زلزله عجیب غریبی اومد، 7.8 ریشتر در بعضی مناطق، 7.9 هم گفتن، و پیامدهای اون، پس لرزه های اون از 4 ریشتر بود تا 6.5 ریشتر، که خودش یک چیز مخرب و عجیب غریبه. در سال 1369، در 31 خرداد 69، در رودبار و در منجیل در گیلان عزیز ما 7.3 ریشتر بود و همه چیز رو با خاک یکسان کرده بود. البته اون موقع ما، خدمت شما عرض کنم که انقدر کشور ما در انزوا نبود، انقدر نبود، در انزوا بود ولی انقدر نبود، و کمک های زیادی از کشورهای مختلف اروپایی و حتی امریکا هم به ما کمک کرده بود. من ضمن ابراز همدردی با مردم عزیز ترکیه خدمت شما عرض بکنم که خب آدم ناراحت میشه، انسان ها در هر جایی که باشن این واقعه ناراحت کننده است. همین چند روز پیش بود که در خوی، در شهرستان خوی در ایران عزیز ما، یک زلزله اومد و عده ای از هموطنان عزیز ما بی خانمان شدن، عده ای عزیزانشون رو از دست دادن، عده زیادی مجروح شدن و یک وضع بسیار اسفناکی با وجود هوای سرد به وجود اومد که پیامدش این بود که دولت و اساسا حکومت نمیتونست جمعش کنه و همیشه و مثل طبق روال این 44 سال همیشه مردم به داد مردم رسیدن. متاسفانه حتی بنده حقیر، عذرخواهی میکنم که دارم میگم، 45 تخت چادر و حالا چادرهای آنچنانی هم نبود ولی به هر حال این در وسط ما بود، 45 تخت چادر، لباسهای گرم، آذوقه، تون ماهی و بندازی 3 تا نیسان و 1 پیکان وانت و 1 مزدا و 1 ماشین مزدا رو ما به شهرستان خوی فرستادیم که متاسفانه پیکان وانت ما رو سپاه پاسداران با هلال احمر گرفتن و نگذاشتن که ما اون رو پخش بکنیم، توضیح بکنن دوستان ما بین زلزله زده های عزیز، و گفتن که ما خودمون باید پخش بکنیم. حتی دوستان ما رو 4 ساعت نگه داشتن و گفتن اینها رو از کجا آوردید و فاکتور خرید میخواستن، و حالا خیلی کارشون درسته، حالا یه فاکتور خریدم تو اون بهبوه میخواستن. ما این کمک رو کردیم، البته از منابعی بود که ما قرار بود که به خانواده های زندانی های جریان انقلاب، جریان اخیر انقلاب زن زندگی آزادی کمک بکنیم، و داریم این کار رو میکنیم، کمک داریم میکنیم، و خانواده هایی که کمک گرفتن میدونن. متاسفانه شرایط بگونه هست که ما نمیتونیم بیاریم تو لایو، مثل پارسال که زندانی ها رو آزاد کرده بودیم و آورده بودیم تو لایو، الان دیگه نمیتونیم این کار رو بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که اساسا حرف من الان چیز دیگری است. ببینید، ترکیه زلزله اومد، امروز تمام کشورهای اروپایی، حتی استرالیا، حتی امریکا اعلام آمادگی کردن برای کمک های فوری و امرجنسی، یعنی SOS فوری، یعنی کمک، همه اعلام آمادگی کردن. اما ما دوستان، ما تنها هستیم. خیلی این واقعه ناراحت کننده است. ببینید، من حرف من اینه، الان من میخوام اینو به شما، خدمت شما عرض بکنم، خیلی ما تنها هستیم. جمهوری اسلامی، اساسا حکومت اسلامی، حکومت، حالا ترکیه هم حکومت، نوع حکومتش اسلامیه، حالا اونا سنی هم، ما شیعه ایم، اما ما در یک انزوای کامل به سر میبریم. آخوندها ما رو به قهقرا بردن، به طوری که در بدترین شرایط کسی به داد ما نمیرسه، کسی اعلام آمادگی کمک به ما نمیکنه. ببینید، وقتی که من داشتم کمک میکردم با 11 تا تیم پزشکی، 1087 نفر رو نجات دادم. دوستان جالبه این، گوش بکنید، دقت بکنید این رو، من با یک چالش بزرگ روبرو شدم، من پیر شدم، باور بفرمایید. برای اینکه خب یک سری عزیزان خارج از کشور، ما که از داخل کشور کمک نمیگرفتیم، از یک سری از عزیزان خارج از کشور کمک میگرفتیم،
و حساب پیپال میدادیم و اونا میزدن. بعضی از این دوستان در حساب پیپال مینوشتن، در نوت در قسمت یادداشت مینوشتن مثلا کمک برای ایران، کمک برای آزادی ایران، کمک برای انقلاب ایران. یه چند مورد اینطوری پیش اومد. پیپال منو خواست. دفتر پیپال در لوکزامبورگ در اروپا، دفتر پیپال یک پلتفرم و یک اپلیکیشن و یک بانک در واقع امریکایی هست که در کشورهای اروپایی هم دفتر داره. دفتر مرکزیش در لوکزامبورگ هست، کشور لوکزامبورگ. من با وکیلم رفتم اونجا برای اینکه بلاک شد حساب من و به من اخطار دادن که آقای فرشاد آشور، شما داری تحریم های وزارت خزانه داری امریکا رو بر علیه ایران داری دور میزنی. یعنی ببینید، من وکیلم رو برداشتم رفتم لوکزامبورگ تا تونستم ثابت بکنم که بابا شواهد و اسنادی که خب داشتم و دارم و بر تقدیر همیشه گفتم که سب با سند برابر است، من که اگر نمی داشتم اصلا حبس داره، خیلی مجازات سنگینی داره دور زدن تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا. و اونا فکر کردن که من دارم مثلا به جمهوری اسلامی کمک میکنم. بعد من که این فیلم ها و عکس ها و اسناد و فلان و برای افرادی که پول زدیم اونا رو تلفن کرد، خیلی داستان در دفتر لوکزامبورگ در واحد حقوقی، یعنی یک تیمی اومدن با ما صحبت کردن و ما، من میگم من اصلا استرس مردم. خب من تا حالا مگه چند بار من پیش من یک کمدینم که در این انقلاب اخیر تصمیم گرفتم کار میدانی بکنم، کار عملی بکنم، در کنار هموطنان خودم با افتخار بمونم، در کنار بچه های کف خیابون، چون خودم بچه کف خیابون بودم در دی ماه 96. بماند نمیخوام اون وارد اون بس بشم، اما چون میفهمم از این جنسم، از جلوی دوربین رد نشدم، بازیگر داستانم، میدونم داستان چیه، میخوام اینو بگم. ما تنهاییم، حتی زمانی که ما تصمیم بر کمک گرفتیم هم باز هم تنهاییم. و من به عزیزانی خارج از کشور، البته محدود بودن، ما دکترهای ما در ایران خودشون بیشترین هزینه رو دادن، پزشکانی که در تیم ما هستن، عزیزان خارج از کشور به ما کمک کردن، دست تک تکشون رو میبوسم، اما محدود بودن، اصلا مبلغ قابل توجه نبود. اما مثلا به خاطر 9 یورو، بذار به شما اینطوری بگم، 9 یورو یک عزیزی از امریکا 10 دلار زد به حساب پیپال ما و اونو وقتی که به یورو تبدیل میکنه خود پیپال میشه نزدیک 9 یورو. به خاطر 9 یورو بنده از جیب خودم، از حقوق ماهیانه خودم، حقوق منم، قسط دارم، منم زندگی دارم، 1300 یورو خرج کردم، با وکیلم رفتم لوکزامبورگ برگشتم تا تونستم ثابت بکنم که بابا من دارم این کارو میکنم. و همون باعث، البته باعث خیر شد، ما رفتیم ناچار شدیم بریم برای این کار مجوز بگیریم از دولت مطبوعی که داریم در اون کشور زندگی میکنیم، مجوز رسمی گرفتیم که دیگه مشکلی برای ما پیش نیاد. اما همچنان پیپال به ما اخطار میده و هشدار میده که نبایستی، و ما به تمام عزیزانی که به ما تو پیپال ما دارن حساب پول میزنن، ما میگیم که آقا تو نوت ننویسید کمک به ایران، اصلا اسم ایران رو نیارید، کمک رو ننویسید، ایران رو نیارید، فلان بنویسید a gift for my best friend، a gift for my friend، for my family، یعنی مثلا a gift یعنی یک هدیه برای دوست من. چرا باید اینجوری باشه؟ در حالی که ما، یعنی ما عزتمون رو از دست دادیم، جمهوری اسلامی باعث شده ما عزتمون رو از دست بدیم، ما هیچ عزتی نداریم در دنیا، ما هیچ سربلندی نداریم، ما هیچ افتخاری نداریم در دنیا. اساسا کشورهای اروپایی و آمریکایی با اینکه میدونن چه خبره، اما به همه شک دارن. یعنی جمهوری اسلامی اساس کار رو، فونداسیون رو ریخته پی، مثل همین زلزله ترکیه. واقعا ما شخصیتمون اینجوری خورد شده. این در حالیه که در ترکیه یک چنین چالش بزرگی به وجود اومد. به ضمن ابراز همدردی من دارم الان به شما میگم، برای این که من 26 ماه در ترکیه زندگی کردم و میدونم دولت ترکیه اگر در ترکیه مشکلی به وجود بیاد، دولت ترکیه 0% کنار شهروندانش هست و احتیاجی به نه کمک کشورهای دیگه داره و نه احتیاجی به کمک‌های مردمی داره. اصلا احتیاجی نیست مثلا هنرمندان ترکیه‌ای بیان جار بزنن آقا کمپین تشکیل، حالا کمک میکنن اما نه مثل ما
کاسی گدایی در دست بگیریم. ما هر اتفاقی که برای ما میفته، هر چلنجی، با هر چلنجی روبرو میشیم، با هر چالشی روبرو میشیم، به خاطر این که جمهوری اسلامی ما رو به قهقرا برده و در ته جدول هستیم و هیچ، و واقعا دوستی میگفت که ما در همه چیز رکورد زدیم، در آخرین رتبه پاسپورت رکورد زدیم، در بی ارزشترین پول دنیا رکورد زدیم، در بی ارزشترین کردیت اعتبار دنیا رکورد زدیم و ما خیلی صحبتش واقعا دردناک بود. من نمیخواستم به حالت طنز در بیارم، نمیشه این روزها، فضا فضای طنز نیست، فضا فضای واقعا، فضای واقعا نمیشه آدم بی خیال باشه. یا من واقعا برای اون قشر خاکستری متاسفم. حالا بگذاریم دوستان، بیایم سر خط، بیایم سر بحث اصلیمون. تمام کشورها یک صدا و یک دل و یک جهت، حتی امریکا، فرانسه، آلمان، بلژیک، اتریش، دانمارک، نروژ، سوئد، انگلیس، استرالیا، همه به ترکیه الان اعلام، در همین چند ساعت اعلام آمادگی کردن برای هر گونه کمک، از ساختن و بازسازی خانه ها گرفته تا امداد و امداد رسانی پزشکی به صورت پزشکی، کالا و خدمات پزشکی، تا فرستادن اکیپا و تیمهای متخصص و فوق تخصص پزشکی. برای ما همه چیز از بین رفت دوستان عزیز. برای و من متاسفم واقعا، و من متاسفم واقعا، مایی که در سال 1354-53 فورد امریکا سوار می شدیم در کشور خودمون، امروزه بایستی پراید رو 300 میلیون تومان بخریم. یک ماشین، من معذرت می خوام کسانی که من خودم پراید داشتم، یک ماشین آشغالدونی رو، حلب پاره رو، پاره حلبی رو باید 300 میلیون بخریم. مایی که بویوک سوار می شدیم، کادیلاک سوار می شدیم، مایی که سیتروئن سوار می شدیم، مایی که آریا سوار می شدیم. دوستان عزیز قدیمی همسن سال من یادشونه ماشین آریا، ماشین شاهین، ماشین شولت ایران، یادتونه شولت، بویوک، ما اینا رو سوار می شدیم. ما بویوک 23 اتومات داشتیم، الان ما پراید سوار هستیم و بهش افتخار هم می کنیم و میریم صف وای می سیم. خب 100% بخش اعظمی از این مسائل خودمون مقصریم. اما ما چرا مقصریم؟ برای اینکه فرهنگ ما رو در ما خورد کردن، شخصیت ما رو اساسا در ما خورد کردن، همه چیزمون رو ازمون گرفتن، اعتماد به نفسمون رو ازمون گرفتن، ترس از فردا داریم، دلهوره اینو داریم که امشب بخوابیم فردا معلوم نیست چی میشه و ما همیشه با فکر فردا میخوابیم. اما یک شهروند ترک اینطوری نیست. من تو ترکیه 26 ماه زندگی کردم و منم وقتی که میگم زندگی کردم اینجوری نیست که صبح برم سرکار شب بیام خونه، نه، من سرچ میکنم، من یه آدمی هستم پویام، من میدونم الان ترکیه چه خبره. ترکیه یه قانون داره برای افراد بالای 65 سال خودش که اگر بیکار باشن و بی خانمان باشن خونه میده و پول میده هر ماه بهش و یک خونه میده رایگان بهش. اینه ترکیه، اینه. ضمن ابراز همدردی با انسانهای عزیز ترک، وقتی که خوی زلزله اومد، هلال احمر ترکیه اومد گفت بیا من کمکت کنم، هلال احمر ما قبول نکرد، جمهوری اسلامی قبول نکرد، رئیسی و اون آقای کلیوند رئیس هلال احمر، رئیس هلال احمر کشور، به اتفاق سید ابراهیم رئیسی قاتل رفتن خوی و به جای اینکه با مردم همدردی کنن نمکی بودن بر زخم مردم. برمیگردن به مردم میگن که همه چی اوکیه، همه چی درست داره میشه، شما ناراحت نباشید و به حرف دشمنا توجه نکنید، دشمنا میخوان تای دلتون رو خالی بکنن. آقا مرده داره همین دیروز، نه پریروز، یک مادر و یک پسری به خاطر گاز گرفتگی در چادرهایی که در خوی هست و استاندارد نیست مردن، کشته شدن، مسموم شدن. گاز دیوکسید که مونوکسید کربن، از کجا بگه آدم؟ از کدوم درد بگه آدم؟ ملت عزیز، مردم عزیز، دوستان، همراهان همیشگی، دوستان گرانقدر، فداتون من بشم.
ما انقدر درگیریم، انقدر گرفتاریم. انقلاب زن، زندگی، آزادی تموم نمیشه، تموم نشده، تموم نخواهد شد. شاید فروکش کرده نمودارش به سمت پایینه، اما این آتش زیر خاکستره. کما اینکه ما میبینیم هنوز دوستانی هستن دارن فعالیت هایی میکنن بر تقدیر، و من این افتخار رو دارم که تا آخر کنار عزیزان بازداشت، خانواده های کسانی که بازداشت هستن باشم. حالا اعلام میکنم من به صورت رسمی که چطور چه کار باید بکنیم، کامل میام اعلام میکنم. این ما درگیر یک، ما متاسفانه درگیر یک چالش بسیار بزرگی هستیم به نام اخوندیسم، به نام جمهوری اسلامی. بابا ترکیه هم اسلامیه، اما ترکیه با تاریخ دنیا نیست، با همه در ارتباطه. اون ور خیابونش مسجده، این ور خیابونش یارو داره مشروب میخوره، مشکلی نداره. اساسا دنیا رو نقض نکرده. خب بلتب دنیا به بداد ترکیه میرسه، دنیا به فریاد ترکیه میرسه، کما این که ترکیه خودش اصلا احتیاج نداره. با اینکه هیچی هم نداره، با اینکه ما کشور، ما در برابر ترکیه بسیار ثروتمندیم به لحاظ ثروتی. مثل اینکه شما پرش رو بذاری، پرشه رو بذاری کنار پراید. اما وقتی میایم تو عمل میبینیم ما پرایدیم، ترکیه پرشه است. بر تقدیر امیدوارم که اتفاقاتی بیفته که ما بتونیم یه ذره عزتمند زندگی کنیم. اتفاقاتی بیفته که ما بتونیم سربلند زندگی کنیم. اتفاقاتی بیفته که ما بتونیم سرمون رو بالا بگیریم و بگیم که ما دنیا با ما آشتیه و ما با دنیا مشکلی نداریم. ما اساساً با هیچ ملیتی، با هیچ نشنالیتی مشکلی نداریم. و دوستان عزیز، زیاد وقتتون رو نمیگیرم، اتحاد رمز پیروزی است. شاهزاده رضا پهلوی عزیز فرمودن که تمام گروه ها و احزاب سیاسی، اپوزیسیون ها باید با هم دیگه ائتلاف کنن و اتحاد کنن. ما اتحاد میکنیم، اتحاد میکنیم با همه، اتحاد میکنیم با همه کسانی که دشمن واحدمون یه دشمن داریم و اون جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اگر از بین بره و ما موفق بشیم، و حتما میشیم، اگر نم به حتما میشیم، و ما ناگزیریم، ما محکوم به پیروزی هستیم. دوستان یادتون باشه محکوم به پیروزی هستیم. اون موقع ما با عزت زندگی میکنیم، اون موقع ما دوباره میتونیم فورد سوار بشیم، اون موقع ما دوباره میتونیم مرسدس بنز بشینیم. اون موقع دیگه جوان ایرانی حسرت اینو نمیخوره که تو جیبش پول نیست. اون موقع دیگه جوان ایرانی حسرت اینو نمیخوره که یه ماشین نداره. اون موقع دیگه جوان ایرانی با یک حداقل کار میتونه زندگیش و امورات و روزمرهش رو بگذرونه و برای آیندهش یک برنامه ریزی بکنه، یک پروگرامی بچینه، اساسا میتونه پلنی داشته باشه. الان ما اصلا نمیتونیم پلنی داشته باشیم در ایران. خیلی مخلصم، بدرود به شما.